اول تیموتائوس فصل ششم. همه آنانی که زیر یوغ بردگی هستند اربابان خود را شایسته احترام کامل بدانند تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. غلامانی که اربابان ایماندار دارند نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند به آنها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند، چون آنانی که از خدمت ایشان بهره‌مند می‌گردند مؤمن و عزیز هستند. باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. اگر کسی تعلیم بغیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آیین ما یکی نباشد، خودپسند و بی‌فهم است و تمایل ناسالم به مجادله و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دستبندی، تهمت، بدگمانی و مباحثات دائمی در بین اشخاص می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خداپرستی وسیله است برای به دست آوردن فایده. البته خداپرستی همراه با قناعت فایده بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این دنیا نیاورده ایم و نمی توانیم از این دنیا چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم با آنها قناعت می کنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن مال و ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای بی فایده و زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند، زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان گمراه گشته قلب های خود را با رنج های بسیار جریحه‌دار ساختند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز و عدالت و خداپرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشی خود ساز. در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و زندگی ابدی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خواسته است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. در برابر خدایی که به همه چیز هستی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو کرد، تو را وظیفه می دهم که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند اجرا کنی و در زمانی که او معین کرده آن یک تا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد ساخت. به آن یک تا وجودی که فنا ناپذیر است و در نور ساکن می باشد که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت ابدی باد. آمین. به ثروتمندان این دنیا امر کن که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدای توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکم برای آینده آنها بوده و آن زندگی را که زندگی واقعی است به دست خواهند آورد. ای تیموتائوس، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن. از سخنان بی‌معنا و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط دانش نامیده می شود دوری کن، زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان گمراه گشتند. فیض خدا با همه شما باد.